و گزارشی دیگر از داخل ایران. رسانه‌های دولتی ایران اعتراض گسترده مردم در روز عاشورا را حرمت شکنی نامیدند و در مقابل سران اعتراض میگویند که حد که حرمت با حمله و کشتار مردم بدتر است. آرش سیگارچی گزارشی دارد. ساعتی پیش صدا و سیمای ایران با قطع برنامه های خود به بررسی وقایع روز عاشورا پرداخته و عنوان کرده طرفداران جنبش سبز حرمت عاشورا را شکستند. این مسئله محل مناقشه است، چرا که حامیان جنبش سبز میگویند این حکومت است که با کشتار مردم معترض حرمت شکنی کرده. از محمد جواد اکبر، این پژوهشگر دینی در لبنان، پرسیدم کدام گروه حرمت عاشورا را شکسته است. من تعجب میکنم از کسانی که پاره کردن یک عکس رو حرمت شکنی میدونن، شعار علیه کسی رو حرمت شکنی میدونن، انتقاد به قدرت رو که حق طبیعی هر انسان حرمت شکنی میدونن، اما بی حرمتی به انسان رو، کشتن انسان رو، شکنجه انسان رو، آزار انسان رو و سلب کردن طبیعی ترین حقوق خدادادی از انسان رو حرمت شکنی نمیدونن. من فکر میکنم اگر حرمت شکنی دیروز اتفاق افتاده، بی حرمتی به انسان بوده، نه بی حرمتی به هیچ یک از ارزش هایی که اونا ادعاشو میکنن. هرچند حامیان دولت 10 روز پیش به خاطر پاره شدن عکس آیت الله خمینی تقاضای راهپیمایی سراسری داشتند، اما آنها هیچ واکنشی به حمله بسیجی ها به بیت آیت الله خمینی در خلال سخنرانی محمد خاتمی نداشتند. حامیان جنبش سبز معتقدند دولت سعی دارد برای آنها پرونده سازی کند. سوال این است، آیا این تبلیغات علیه سبز ها تأثیری دارد؟ این روند جدیدشون اونقدر نخنماست که حدود 1 هفته پیش سایت کلمه متعلق به آقای مهندس موسوی هم پیش بینی کرده بود که اینا میخوان در روز عاشورا کارنامال عاشورای دو رو راه بندازند و باز داستان جدیدی رو تعریف بکنن مبنی بر این که مقدسات توهین شده و به مردم هشدار داده شده بود از طرف اون سایت و سایر رسانه‌های اصلاح طلب که حواسشون به این موضوع باشه. مدتی پیش هم که بحث پاره کردن عکس آیت الله خمینی مطرح شد، خود بنده در گفتگوی با شما پیش بینی کرده بودم که به زودی ممکنه طرفداران حاکمیت برای تخریب جنبش سبز این بار قرآن رو آتیش بزنن و به گردن طرفداران جنبش سبز بندازن. به نظر من اتفاق عجیبی نیفتاده، کاملا پیش بینی شده بود و تا ممکنه در آینده اونها کسانی از خودشون رو هم در واقع نابود بکنند و اون رو به گردن جنبش سبز بندازن. مهدی کروبی در پیامی به مناسبت حوادث روز عاشورا ضمن مقایسه جمهوری اسلامی با حکومت پهلوی گفته که حکومت شاه حرمت عاشورا را نگه می‌داشت، اما حکومت فعلی جماعتی وحشی را به جان مردم انداخته است.